انسان و انسان است که به خدا ایمان دارد، یک توپرست است، به غیر الله دیگه یگان معبودی حق ندارد، فقط الله معبودی خود میدوند. این نعمت بزرگترین برای بشریت در روی زمین است. ممکن بعض انسان بگنه یعنی خوشبختی در سومه در خونه نه، خوشبخت در او حالت هستی که وقتی تو ایمان داری، پیروی از محمد صلی الله علیه و سلم میکنی، همین دو چیز ما و شما را جنت میبرد. یعنی خوشبختترین انسان کدیمی است که از آتش دوزخ نجات میاد و به جنت میدوند. انا خوشبختترین انسان همون انسان است. دین میفهمه، شریعت میدونه، اگر فای الله و رسولش بیرون نمیبراید، در هر یه حالت یعنی سپاسگزاری الله است. یعنی این نیست که انسان در حالت خوشی و خرسندی الله فراموش کنه و در حالت مصیبت و غم چی الله بدونه. نه، در هر یه حالت انسان باید از امور رمکه دین نبراید. چیزی که قرآن و سنت گفت از امور باید تو نمیبرو، باید نبروی. یعنی پیغمبر الله سبحانه وتعالی همفری قانون گذاری کرده است. یه انسان میام یکی نمیره نمیفوره این قانون، من نمیفوره که رقص بازی باشه. بسم الله رقص بازی کرد تو نه یگان قسمه. الله ما و شما را مجبور نمیکنه در دین زندگی کنیم. الله ما و شما را مجبور نمیکنه که ما و شما نماز بخونیم روزه بگیریم. الله ما را میگه بنده اهدینا الصراط المستقیم، امی راه راست تای راه خوشبختی تای راه نجات تای. الله ما را از اثر کردن نمیتونه، الله ما را ویبر میده سوابادا ویبر اینا بگیرش میفره جنت برا. ولی تلویزیون لوبای چیز میگیرید، هر یک چیز استرکتور داره، میخونی و همه میفهمی پروگرامش. همین دینم شریعتم الله برای فهمیدنی همین دین پیغمبر رو فرستاد، قرآن رو فرستاد. قرآن خودش یک قانون کانستیتوس، هر یک انسان در روی زمین، هر یک انسان در قرآن هم یک کانستیتوس خود قرار میده، همه چیز در قرآن است. یا انسان میگه که نه من در قرآن همین چیزا نیافتم، غلط، مست، دروغ، همه چیز در قرآن است. از تجارت سر کرده تا معامله تا مباشره همه چیز الله در قرآن بیان کرده است. و انسان میگه نه من در قرآن چیزا نیافتم، من پیروی نمیکنم، این گپ غلط است. الله سبحانه و تعالی در و تبیانا لکل شیئین، الله میگه که من یک کتاب آوردم، همین کتاب بیان کننده همه چیز است. چیزی که اول گفتن اولین آیاتی که برای محمد صلی الله علیه و سلام نازل چی آیت بود؟ اقرا بسم ربک الذی اقرا، اقرا، بخوان، بخوان، یعنی علم بگیر. یعنی سطح علم در شریعت بالاتر از همه چیز است. او میگن نه بخونید، خونید، خونید، بخون. قرآن میگه بخون، قرآن میگه عبر زبانی بگیر، قرآن میگه تو باید هر یک مسلمان باید علم داشته باشه. فرق نداره، مثلا اون بعضی ها، بعضی ها که نمیفهمین علم میگن جدا میکردن، میگن علم رحمانی و علم شیطانی، همه چیز علم. اینا مثلا من خودم در پاکستان خودم یک یونیورسیتی کلون تیار کردم، اسلام اسکی مثلا اسلام نه که وقتی که مکتب میانه را نخوندم برای من خیلی قیم بود. ولی پیش میگذن این مکتبی که نه، همه این فایده داره، همه ساحه این برای مسلمان فایده. چی باید مسلمان؟ باید ورج باشه، مسلمان باید لوجیک باشه، همه ساحه باید مسلمان پیش باشه، در هر یک ساحه مسلمان باید پیش باشه. این نیست که نه باید پیش مسلمان همتری تصور میکرن مسلمان باید دیدی شم قدر روز باشه، یک تصویر باشه در کنج مسجد بشه. نه، مسلمان باید تحریکی باشه، همه طرفه باشه، در هر یک ساحه، در ساحه سپورت باشه. چیزی من میگم که او علم، من میگم که در او علم یعنی قانون شریعت مراعات میشه. او علم من میگم که یعنی اگه پای الله و رسولش بیرون نمیبروی. ولی مثلا دختری گپ از قرآن و سنت بیرون شدن است. یعنی بعضی علمای هست که قرآن و حال اونها را معن میکنن، علم نجوم، استرانومیا، یا بعضی علمای هستن که یعنی بد دین کم اگر مخالفت دارن. و این دیگه مسئله، مسئله که پیش رفتن رزویت شدن جوانان، سبحان الله، باید ما پیش باشیم، باید ما حتمی دوورنیک نباشیم، ما باید حتمی باید ما پیش باشیم. ولی اگر بگیر، اگر همین تاریخ ها بگیر بخون، در هر یک ساحه مسلمان پیش بود. مسائل مدیسینس که را بگیر مسلمان پیش بود، همه مسلمان ها کشف کرده گیم، همه چیزا مسلمان کرد، خیمیا، استر، لوبای چیزا بگیر، علم همه را مسلمان، بیرونی، درونی، خوارزمی، همه شب بگی. همین علمایی که مثلا مدیسینس که ماتیماتیکرا چیزی را که کشف کردن همش مسلمان بود. بعد استاد غلطی، همین سطح مسلمان ضعیف چش بونه سالای ما نوانی چند جنگ هست چه بو اپشه بو های همه چیز مونده من نوشتن و خوندن نگه یک چی چند قد مصیبت در جامعه میاره. این همین من خودم میخوندم تفسیر قرآن میخوندم، این تفسیر قرآن یک شیخ کلون درس میده، ابو عبدالله مثلا نیبیل، یک مفسیر بقوات بود. نگه وقتی که
سوره نساء را خوندیم مسئله میراث اومد. استاد درس میداد و همینا میگفت من نمیفهمیم. انا ولهم نثلث مما ترك ولهم ربع مما ترك وقتی قرآن شعر میده که وقتی انسان بمونه باید مالش میمونه. عمو مالا باید تقسیم کنی. ایا حصه سه حصهش بعد اختلاف، ایا چهار حصه یا حصهش بعد. من که ماتماتیک را نمیدونستم میگفت من نمیفهمیم عمو چیزا. میگفتم که سبحان الله باید در وقت باید مکتبی میانه را خوب میخوندیم. باید تحکوسی را باید بخواد میکنم. زیادی در دین شرعی هم این چیزای اردن میکنم. داره یعنی الحمدلله امروز ما در بهترین دسترخوان جمع اومده. یعنی هدفی